موسیقی زبان مشترک میان فرهنگ است، جایی که زبان از ارتباط باز میماند این نواها هستند که پل میسازند. پروژه صداها و پلها با آهنگسازی احسان متوری با همین هدف قطعه های تلفیقی مشترکی از موسیقی ایران و سایر ملل را منتشر می کند. پروژه‌ای که حدود 5 سال زمان برده و قرار است تابستان امسال به صورت کامل منتشر شود. یکی از این قطعه ها با همکاری علیرضا قربانی و بومبای جایاشری، خواننده و نامزد جایزه اسکار سال 2013 از کشور هند است. در همین رابطه با خانم بومبای جایاشری گفتگو کردیم و از او درباره تجربه اش در این کار مشترک پرسیدیم. این قطعه یک قطعه زیبا و دلگرم کننده است که توسط احسان متوری، آهنگساز و دوست خوب من، ساخته و تهیه شده و به دعوت او من متن هندی این قطعه رو که توسط رابیندرانات تاگور، شاعر بزرگ هندی، سروده شده خوندم. کار بسیار زیبایی و موسیقی خیلی زیبایی داره و به نظرم الان که این دوره بی سابقه رو داریم پشت سر میذاریم، این قطعه میتونه التیام بخش باشه و به آدم آرامش بده. من از زمانی که مدرسه می رفتم اشعار تاگور رو می خوندم. اشعار مولوی رو هم تا حدودی خوندم. فکر می کنم این شاعران بزرگ با زبان جان صحبت می کنن. اونا از همدلی، عشق ورزی و محبت سخن می گن. هیچ چیز از این مهمتر نیست. اونا در مورد خودشناسی و شناخت درون انسان نوشتن. من قسمت هندی آهنگ رو میخونم که به زبان بنگالیه، زبانی که من باهاش بزرگ شدم، زبان زیباییه. اگرچه من بنگالی نیستم اما در ناحیه بنگال متولد شدم. زبان بنگالی از کودکی همراه من بوده و همیشه در خونه ما تنین انداز بوده. موسیقی و فرهنگ بنگال هم من را همیشه به خودش جذب کرده. بنابراین وقتی فهمیدم شعری از تاگور در این قطعه استفاده شده، استقبال کردم. برای من فرصتی بود تا بتونم این ابیات زیبا رو در همراهی با ابیاتی به زبان زیبای فارسی با صدای مسحور کننده علیرضا قربانی بخونم. احسان یک هنرمند بسیار خلاق و ماهره که خوب میدونه داره چی کار میکنه و در عین حال به هنرمندانی که دارن باهاش کار میکنن آزادی میده. تا الان بازخوردهای خوبی داشتیم و من مطمئنم که با کمک رسانه‌ها این ترانه به صورت گسترده منتشر میشه و به جایگاهی که استحقاقش رو داره میرسه. بله، در پایان هم با هم قسمت‌هایی از قطعه نمیگذارم بروی با صدای علیرضا قربانی و بومبای جایاشری و آهنگسازی احسان متوری رو ببینیم و بشنویم. ویدیو کلیپ این اثر رو هم امید آینچی کارگردانی کرده. تا امروز دیگه، وقت خوش. شهر من کو به جان.